سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه این هفتمون رو شروع میکنیم. این هفته نوبت آقای نوریالاست که دهمین بخش از سلسله برنامه هایی که تحت عنوان آشنایی با مفاهیم بکار رفته در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ رو برای شما خواهند داشت در خدمتون هستیم. بفرمایید. من هم سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌مون و مستقیما میرم سر موضوع بحثمون. لابد کسانی که این برنامه ها رو تعقیب میکنن میدونن که من در هر جلسه یکی از موضوعات و مفاهیمی رو که در مورد جامعه شناسی فرهنگ مطرح هست اینجا میارم و تا حدی که توان این برنامه و وقت این برنامه اجازه میده تشریحش میکنم و در این مدت خیلی از این مفاهیم رو از اسطوره گرفته تا فرهنگ گرفته تا هنر تا نمایش و غیره بحث کردیم. امروز میخوام وارد یک مبحث جدیدی بشم که شاید بشه گفت در همه رشته های علوم اجتماعی و از جمله جامعه شناسی مهمترین بحثی است که صورت میگیره و اون بحث تغییر اجتماعی است. یعنی که ما یه سوژه رو انتخاب میکنیم به نام فرهنگ یا هر چیز دیگری در زمینه‌های مختلف اجتماعی و پس از اینکه اجزایی که این رو تشکیل دادن مورد بحث قرار دادیم و باهاشون آشنا شدیم، بعد میرسیم سر بزنگاه اصلی و اون اینه که در مقابل ذات طبیعت به طور کلی که تغییر نام داره و همه چیز همواره در دستخوش تغییر هست، این مفاهیمی که ما به کار بردیم اینها با موضوع تغییر چه بدبستانی دارند و چگونه در موردش کنش و واکنش میکنن یا به اصطلاح بیناکنش این روزها میگن، یعنی بین اونها کنشی برقرار هستش. برای ورود به این مطلب اما لازم است که به یک مفهوم مهم جامعه شناسی اشاره بکنم که اون مفهوم به نام نهاد خوانده میشه یا در فرنگی بهش میگن institution یا institution در فرانسه و در فارسی ترجمه شده است به نهاد که ترجمه خوب و مبینی هم هست. جامعه تشکیل میشود از یک سری نهادها. خانواده یکی از نهادهای اجتماعی، فرهنگ یکی دیگر از نهادهای اجتماعی که ما این نهاد به خصوص رو زیر ذره بین گذاشتیم و در 9 جلسه گذشته اجزای اون رو بررسی کردیم و روابط اون اجزا رو با همدیگه سعی کردیم که باز بکنیم و آشکار بکنیم. خب نهادهای دیگری هم وجود داره مثل نهاد مذهب که باز بخشی از فرهنگ محسوب میشه. من همچنان این سرماخوردگی صدای من عذر میخوام از این سرفه های بیخودی که میکنم، فصل پاییز است و الرژی و حساسیت و غیره. برام مذهب یک نهاد دیگر است، قانون خودش یک نهاد دیگر اجتماعیه که ما میتونیم جامعه شناسی قانون داشته باشیم و بریم قانون رو از لحاظ جامعه شناسی مورد بررسی قرار بدیم. دولت هست، آموزش هست، صنعت هست، اقتصاد هست، همه اینها نهادهای مختلفی هستند که یک جامعه رو تشکیل میده. اما نکته مهم در این میانه آن است که این نهادها چجوری در داخل یک چیز کلی به نام جامعه قرار میگیرند؟ آیا اینها جدا 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 از هم هستند؟ در هم خلیده و تنیده هستند و در اشلها یا در مقیاسهای کوچک اینها چگونه حضور دارند در جامعه و در مقیاسهای بزرگ چگونه؟ ساده است که آدم بره مثلا ساختمون دادگستری رو نشون بده و بگه که این نهاد
مثلا قانون است و دادگستری یا مجلس رو نشون بده و بگه این نهاده. ولی این نهاد به یک ساختمون و عده کارمند که توی اون نشستند ختم نمیشه، بلکه این رگ و ریشه وسیعی داره که در سراسر عرض کنم که جامعه پراکنده است و پخش شده است، اما در این حال دارای انسجام سازمانی درونی خودشه و درست مثل اندام آدمی که درسته که مثلا قلب من در سینه من قرار داره، ولی این قلب به وسیله شبکه عروق با تمام سلول‌های بدن من در ارتباطه و همه اونها رو بهشون مثلا اکسیژن میرسونه و از اونها گاز کربونیک رو پس میگیره، یا کبد یا بقیه دیگه اعضای بدن من، اینها در عین حالی که دارای یک انفراد و استقلالی هستند اما در هم تنیده عاقبت خودشون رو حتی به سطح سلولی بدن انسان میکشونن و عمل میکنن. بنابراین این که ما بیاییم تصور بکنیم که یک جامعه نهادهاش چگونه روی همدیگه قرار گرفتن، آیا بر هم منطبقند، آیا کنار هم قرار دارن، چه شکلی دارن، این خودش یکی از بحث‌های تاریخیه که میشود گفتش که از صدر آغاز اندیشه بشری وجود داشته و رجوعش صحبت میکردن. دولت کجاست؟ درسته که دولت یک هیئت حاکمه‌ای هست و این حرفا، ولی اینم باز مثل بقیه نهادهای اجتماعی رگ و ریشاش به همه جا کشیده شده، گسترش پیدا کرده به همه جا. این بحث میتونه به طور انتزاعی چیز مهمی نباشه، ولی وقتی که ما میاییم این بحث رو سنجاق میکنیم به بحث تغییر اجتماعی، یک مرتبه حائز اهمیت میشه. پرسشی که در این میانه پیش میاد این است که آیا این نهادهای اجتماعی نسبت به تغییری که یا در درون اجتماع اتفاق میفته، حالا سریع یا بطیع، تغییرات بطیعی که در طول زمان نسلها با خودشون پیش میارن، تغییرات سریعی که رفرم‌ها و انقلاب‌ها حادث میکنن در جامعه، و تغییراتی که از بیرون بر جامعه وارد و نازل میشه، مثل مثلا از که تصرف یک جامعه، حالا این تصرف میتونه به صورت نظامی باشه، میتونه به صورت اندیشه و فرهنگ و غیره باشه. آیا این نهادها نسبت به این تغییر وارده به اندام کلی جامعه به شکل یکسانی اکسل عمل نشون میدن یا نه هر کدومشون یک درجه ای از انعطاف پذیری و قابلیت واکنش رو دارن؟ این یکی از بحث های عمده جامعه شناسی است. به طور مثال یکی از مشهورترین این نوع نگرش ها رو اگر نگاه بکنیم، نگرشی است که مثلا کارل مارکس مثلا مطرح کرده است. اون هم البته اندیشه خودش رو بنا کرده است روی فکر هگل و غیره، ما به اوناش کاری نداریم. به این نتیجه نهاییش که میخوایم بگیریم، میبینیم که اون میگوید که من میتونم تمام نهادهای جامعه را به دو دست از لحاظ تغییر اجتماعی به دو دسته اساسی تقسیم بکنم. عده ای از نهادها رو من میگویم که اینها روبنایی هستند، عده ای رو میگویم زیربنایی هستند. مثلا نهاد فرهنگ و نهاد عرض کنم که مذهب، اینا نهادهای زیربنایی هستند، اون زیر هرم جامعه قرار دارن. اما نهادهایی مثل دولت، صنعت یا اقتصاد، و وقتی که میگم صنعت بیشتر منظورم تکنولوژی که صنعت رو میزاد، اینها نهادهایی هستند که در روبنا قرار دارن، در بالای هرم قرار دارن. و هر چقدر که ما این نهادها رو بریم به طرف قاعده این هرم، خود به خود قدرت واکنش نشان دادن اونها کم میشه. هر چقدر اون بالای هرم قرار دارن زودتر، مثلا شما یک جامعه رو از لحاظ سیستم اقتصادیش میتوانید به سرعت تغییراتی رو درش ایجاد بکنید، یا از نظر تکنولوژی هر انکشاف و نوآوری تکنولوژی میتونه بلافاصله در کل جامعه اثر بکنه. ولی اینکه مثلا یه جامعه رو شما بخواید مذهبش رو تغییر بدید،
خب این لخته، این حرکت نمیکنه. حالا شما زور بیارید، فشار بیارید، لااقل احتمال داره 400 سال طول میکنه. 400 سال طول میگه واقعا این خودش چون در ارتباط با مذهب اسلام 400 سال، به خصوص اگر که در مورد تشیع اثنی عشری نگاه بکنیم که ما تا 500 سال پیش کشورمون همیشه کشور سنی بود، شاعرانمون سنی بودن، متفکرانمون سنی بودن و روحانیت ایران هم سنی بود، از بو علی و غزالی و حافظ و سعدی و هر کی رو که نگاه بکنید اینا سنی بودن و جامعه ما اصلا جامعه ای بود که مقدار زیادی از این تسنن رو ساخت و تحویل جهان اسلام داد. اما 500 سال پیش شاه اسماعیل صفویه و صفوی و لشکریان از کنید صوفی مشرب او به نام قزلباش ها، اینها آمدند و گفتند که ما میگیم که باید ایران شیعه بشه، اونم شیعه اثنی‌عشری بشه و برای این کار حاضریم تو نفر آخره کسایی رو که مقاومت میکنن بکشیم. و وقتی که ما تاریخ مثلا صدر صفویه رو میخونیم میبینیم که لااقل 250 هزار نفر رو در منطقه وسط ایران که دست شاه اسماعیل بهش میرسید این مجبور شد آدم تیغ بگذرونه. تازه 250 هزار نفر در اون زمان خیلی مثلا برای جمعیت ایران چند نفر بوده؟ مثلا 2 میلیون بیشتر از به نظر من در مقایسه با جمعیتی بخواهیم نگاه بکنیم. عرضم اینه که با این همه باز مجبور شد که بره مثلا از لبنان از جبل عامل آخون وارد بکنه که اینا بیان به مردم ایران بگن حالا این شیعهی که شما شده اید چی هست و چی نیست. بنابراین سالها طول کشیده است که با این اجبار و زور ما بتونیم از تسنن بیایم به تشیع و در این حال میبینیم که این فقط در منطقه حوزه نفوذ شمشیر صفوی بوده که صورت گرفته. یعنی الان که ما نگاه بکنیم اکثر مرزنشینان ما سنی هستند. کردها سنی هستند، بخشی از آذربایجان، بخشی از خوزستان، بلوچستان، بخشی از خراسان جنوبی، اینا همه سنی هستند و موندن به دین آبا و اجدادی خودشون. این اندیشه تقسیم کردن نهادهای اجتماعی به دو دسته زیربنا و روبنا آنچنان در اندیشه کسانی که خودشون رو مثلا طرفدار مارکس میدونند و بعد در احزاب سیاسی کار مارکسیستی میکنند چنان جا افتاده هست که اصلا اینها نمیتونن تصور بکنن که ممکنه تغییر بتواند از طریق نهادهای زیربنایی هم وارد بشه. یعنی این اندیشه رو یک اندیشه غیر مارکسیستی میدونه، در حالی که مارکس اصراری رو این قضیه نداشته. اون فقط سرعت واکنش رو مورد بحث قرار میداده که اقتصاد سریعتر عمل میکنه، تکنولوژی صنعت سریعتر واکنش نشون میده و خودش رو تطبیق میده با تغییری که در جامعه وارد شده، اما مذهب و مثلا قانون و فرهنگ و حرفا با مشکلاتی رو هستن. اما اینها میگن نه، این روبنا و زیربنا، اصلا از زیربنا نمیشه جامعه رو تغییر داد. به همین دلیل هم وقتی که مثلا انقلاب ایران در سال 57 رخ داد و اسمش شد انقلاب اسلامی، اولین کسانی که جا خوردند همین کسانی بودند که میگفتن آقا نمیشه جامعه رو از طریق زیربنای مثلا فرهنگی و مذهبی تغییر داد. خب در مقابل این اندیشه ما مثلا اندیشه ماکس وبر رو داریم که میگوید اتفاقا تغییرات اساسی در این زیربنا صورت میگیره. اگر اون البته الفاظ مارکسیستی به کار نمیبره که بگه روبنا و زیربنا، اون میگه که مثلا در حوزه فرهنگ و مذهب هست که تغییرات میتونن اساسی باشن و اگر که جهتگیری در این سو باشد هست که اهمیت داره. بنابراین مثلا اون کتاب مشهور خودش رو نوشته است در مورد عرض کنم که رابطه پروتستانتیزم و پیدایش سرمایه‌داری. پروتستانتیزم میدونیم که کلمه پروتست از اعتراض میاد و اسم
یک جریان و جنبش نوآوری در داخل مذهب مسیحیت است که در مقابل کلیسای کاتولیک قد علم کرد و یک کلیسای جدیدی رو به وجود آورد به نام پروتستانتیزم، که این نوع جدیدی از تعریف از نقش خدا، نقش انسان، نقش رابطه انسان با خدا رو مطرح میکرد. و ماکس وبر در این کتاب سعی میکند نشان بدهد، میدونم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و دسترس هست و به نظر من یکی از متونیست که هر علاقه مند به جامعه شناسی باید بخونتش، راجب این بحث میکنه که چگونه پیدایش پروتستانتیزم راه رو گشود به سوی اینکه از دل اون اندیشه کاپیتالیستی و نظم نوین کاپیتالیستی که در حوزه اقتصاد اتفاق میفته شکل گرفت. البته معتقدان به نظریه جزمی شده، نه نظریه خود مارکس، نظریه جزمی شده مارکس، میگه نه خیلی حرف نیست، خود پروتستانتیزم ناشی بود از اینکه تغییراتی در زمینه اقتصاد به وجود آمده بود، بورژوازی یواش یواش داشت شکل میگرفت، فئودالیسم داشت از بین میرفت، به این ترتیب در داخل جامعه شناسی تغییر حکایت مرغ و تخم مرغ میشه که آیا این زیربنا بود که روبنا رو تغییر داد یا روبنا بود که تغییرات اتفاق افتاده در اون موجب شد که در زیربنا تغییرات بیفته. به حال این بحثی است که طرفداران خودش رو داره و هر کس مطابق مشرب فکری خودش در این مورد بحث میکنه. با این همه هر کدوم از این نظریه ها رو که اگر ما در نظر بگیریم، این که بالاخره این لغت قشنگی دیدم در فارسی اخیر به کار میبرن، میگن چیدمان، یعنی اون گونه که چیزهایی رو میچینن. مثلا ارکستر سمفونیک رو چیدمانش چطوریه؟ مثلا ویولون‌ها رو میچینن اینور، نمیدونم سازهای بادی رو اونور و غیره. این چیدمان، این بحث این که چگونه این نهادها رو جامعه در خودش میچینه که تغییر بتواند از هر کدوم، از در هر کدوم از این نهادها وارد بشه، حتما درش در عرض کنم که اقتصاد نباشه، در تکنولوژی نباشه، در فرهنگم باشه، در مذهبم باشه، از همه این درها تغییر بتواند وارد فابریک یا ساختمان جامعه بشود و بر همه نهادها اثر بگذارد. حالا این اثر در بعضی از نهادها سنگین و سخت و بطیء حرکت میکنه، در بعضی ها سری. در نتیجه ما اگر برگردیم به همون اندیشه روبنا و زیربنا و بیایم یک هرمی رو در نظر بگیریم که این نهادها روی هم گذاشته شدند و مثلا نهاد فرهنگ قاعده این هرم رو تشکیل میده و نهاد مذهب روی اون میشینه و برای خودش در ورودی داره، یا نهاد قانون روی فرهنگ مذهب می نشینه، چون می دونیم که قوانین در ابتدا از دل مذاهب بیرون آمده اند، و بعد نهاد دولت و بعد نهاد آموزش و بعد نهاد صنعت یا تکنولوژی و بعد نهاد اقتصاد. اینا رو بگیریم بچینیم مطابق قاعده روبنا و زیربنا، ما در این نگاهی که به این هرم میکنیم باید توجه داشته باشیم که این هرم علاوه بر این وجه روبنا یا این فاساد، این رو شکل ظاهری که داره، یه قاعده ای هم داره. برابری ما میتونیم دوربینمون ببریم از بالا هم به این ماجرا نگاه بکنیم و وقتی نگاه بکنیم میبینیم که اینها به شکلی که الان روی پرده نشون داده شده هم چیده شدند. یعنی فرهنگ قاعده بزرگی است که روش مذهب قرار گرفته، روش قانون قرار گرفته، روش دولت قرار گرفته، روش آموزش گرفته و صنعت گرفته و اقتصاد. اما در اینجا در این دید که نگاهش میکنیم میبینیم که مثلا اقتصاد دارای هیچ ارتباطی با فرهنگ نیست، این اون بالا قرار گرفته، فرهنگ این پایین قرار گرفته. یک نوع به اصطلاح فرنگی‌ها بهش میگن دیسکونکت، یه نوع
عدم ارتباط، قطع ارتباط بین این نهادها وجود داره، در حالی که ما در تعریف اولمون از نهاد میگفتیم که اینها در همه جا با هم دیگه در هم آمیختن. در نتیجه ما باید این هرم رو دو مرتبه برگردونیم و حالا این رو از وسط اگر که مثل یک کیک قاچ بکنیم، میرسیم به یه سطح مقطعی از اینها و نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم از این نهادها درسته که بالای اون یکی قرار گرفتند، ولی در این حال ریشهشون رفته تا عمق زمین جامعه و در نتیجه وقتی که یک تغییری وارد یکی از این نهادها میشه، این میتونه هم به بالا بره هم به پایین بیاد. در واقع میشود گفتش که این یه جوری مثل ساقه درخت میونه، این چیدمان نهادهای اجتماعی مثل ساقه درخت مونن که اگه ما درخت رو از کمر ببریم و نگاش بکنیم میبینیم حلقاتی هستند که دور هم قرار گرفتن، ولی همشون تا انتهای زمین و تا ریشه ها فرو میرن. و در نتیجه این نگاه رو اگر که ما به چیدمان نهادهای اجتماعی داشته باشیم، هست که متوجه میشیم همه اینها میتونن در پذیرش تغییر، در مقاومت نسبت به تغییر از کنم که عکس العمل شرکت بکنن و نسبت بهش عمل و عکس العمل نشون بدن با سرعت‌های خاص خودشون. یعنی نهاد از کنم که اقتصاد و صنعت خیلی سریع‌تر عکس العمل نشون میدن، ولی در این حال اون تغییر رو منتقل میکنند به پایه‌های اصلی‌تر. این خیلی شمای بسیار کوتاه و مختصری بود از نحوه چیدمان نهادهای اجتماعی در رابطه با مسئله تغییر. هر کدوم از این نهادها میتونند تغییرات درونزا داشته باشند، میتونند تغییرات برونزا داشته باشند، میتوانند تغییرات رو به بیرون داشته باشند، می توانند تغییرات گرفته از اون داشته باشن. و در نتیجه می توان بحث کرد راجع به این که مثلا تغییراتی که اقتصاد می تواند بکند از درون خودش، مثلا این که ما در تاریخ می خونیم که کشف مثلا آهن یا اختراع چرخ، این خودش موجب شد که یک جامعه جدیدی، یک دولت جدیدی به وجود بیاره، مثلا امکان یا حتی رام کردن اسب. هر کدوم از اینا که نگاه بکنیم میبینیم اینها تغییرات عمده‌ای داشتن در نوع زندگی مردم، در نوع ارتباطاتشون، ترابریشون به اصطلاح ترانسپورتیشنشون. و بعد مثلا از دلش یه ما میبینیم که مفهوم امپراتوری به وجود میاد. امپراتوری بدون رام کردن اسب و بدون اختراع چرخ ممکن نبودش. هر کسی تخت بند منطقه‌ای بود که درش زندگی میکرد. من یادم پیاده در ساعت میگن مثلا 6 کیلومتر میتونه راه بره. یک لشکری آدم ورداره از مثلا چه میدونم فارس امروز، از ایالت فارس بره مثلا تا دریای مدیترانه رو بگیره. این فقط به مدد تغییرات تکنولوژیک انجام میشه. در نتیجه یه مفهوم سیاسی به نام عرض کنم که امپراتوری رو به وجود میاره و بعد این امپراتوری میتونه فرهنگ خونخوار آدم کشه مثلا آشوری رو وجود داره، میتونه فرهنگ مثلا معطوف به حقوق بشر کوروش رو وجود بیاره. اینها همه یه تغییری هست، یه تلنگری هستن که در یک جایی خورده است به این سیمهای این تار جامعه و از دلش انواع آهنگ ها بیرون آمده است. حالا یکی از بخش های مربوط به مفاهیم اصلی جامعه شناسی فرهنگ و مطالعات فرهنگی در رابطه با همین این مسئله تغییر در داخل فرهنگ است. یعنی ما بقیه نهادها رو مطالعهش رو میذاریم به اهل تخصص خودشون، کسانی که متخصص اقتصاد هستن میرن مسئله تغییر در اقتصاد رو مورد بحث قرار میدن، اما کسانی که اهل بحث‌های فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی هستند میپردازن به این که در رابطه
نهاد فرهنگ با تغییر می شود در ظل چه عنوانهایی بحث کرد. مثلا شما امروز نگاه بکنید که ما مرتباً راجع به این که بعضی از فرهنگ ها غالبند، بعضی از فرهنگ ها مغلوب هستند بحث میکنیم. ما لااقل جوانی من آغشته شد و بعدش هم سوخت به وسیله یک بحث فرهنگی به نام غرب‌زدگی آقای آل احمد. خب این یک بحث مطالعات فرهنگی بود در اون زمان. آقای آل احمد آمده بود میگفتش که ما به جای اینکه غربی بشیم غرب زده شدیم و غرب زدگی عین وبا زدگی و سن زدگی و خور زدگی پیکر جامعه ما را از بین برده. بعدم یک نسخه خطرناکی نوشت به نام بازگشت به خیشتن که بعدم آقای علی شریعتی دنبالش گرفت و این جمهوری اسلامی از دلش آمد بیرون. ببینید که یک بحث فرهنگی میتواند به چه عواقب خوب یا بد اجتماعی بیانجامد. این رو میشه بحث کرد راجع به اینکه فرهنگ غالب چیه، فرهنگ مغلوب چیه، این دوتا با همدیگه چگونه اثر میذارن. بعد از دل این مثلا یک مفهوم اساسی که خیلی مورد علاقه اسلامیست های حاکم بر ایران هست بیرون میاد به نام هجوم فرهنگی. مرتب میگویند که ما دچار هجوم فرهنگی هستیم. ماهواره رو پشت اونا جمع میکنن برای اینکه میگن که مثلا دشمن از طریق این ماهواره ها به ما هجوم فرهنگی آورده. نمیدونم انواع اقسام وسائل ارتباطی مدرن رو ازش میترسند برای اینکه میگن که اینها حاوی یک ارزش های فرهنگی هستند که ما رو مغلوب خواهد کرد و میگویند که خطرش هم مثلا همین انقلاب مخملینیه که هر آن ممکنه پیش بیاد. در حالی که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بیشترین هجوم فرهنگی رو خود این خانوم ها آقایون کردند از طریق همه پول نفت رو از زمین در میارن به جای اینکه صرف عمران مملکت بکنن. همینطور در دنیا نمیدونم جزوه شیخ احمد احزایی چه اون بیچاره که نه شیخ نمیدونم عباس قومی رو مثلا هی تکثیر میکنن، رو سی دی میذارن، رو دی وی دی میذارن. همین این تلویزیوناشون در سراسر جهان مشغول نشان دادن آخوندهایی هستن که همینطور دارن از کرامت اسلام صحبت میکنن و در این حال قیافه مظلوم هم میگیرن که ما دچار هجوم فرهنگی هستیم. یکی از هجوم برندگان فرهنگی در دوران معاصر اتفاقا مثلا حکومت اسلامی ایرانه و در این مورد هم میتوان به بحث نشست. به هر حال از این به بعد در جلسات آینده بحث من میرسد و ادامه پیدا میکند روی حوزه های تغییر فرهنگی که امیدوارم این شانس برای من وجود داشته باشه که بتونم این بحث رو به جایی برسونم.